سلام، اینجا درنگ. آخرین خبرها حاکی از اینه که مهراد جم از دنیا جهانبخت جدا شده. ما امروز با واکنش دنیا جهانبخت و خبر برگشت مهراد جم به ایران با شما هستیم. اما قبلش یادتون نره که حتما عضو کانال ما بشین تا ویدیوهای بعدیمون رو از دست ندید. لایک هم فراموش نکنین رفقا. دنیا جهانبخت خبر جدایی خودش رو از مهراد جم اعلام کرد و گفت که مهراد به زودی به ایران برمیگرده. اون همچنین تمامی عکس‌های دو نفرشون رو هم از صفحش پاک کرد. همه این اتفاق‌ها درست زمانی داره میفته که به گفته دنیا نزدیک زمان به دنیا آمدن بچه‌شون هستن. اول از همه یک استوری احساسی خطاب به بچه‌ش نوشت و گفت از این به بعد دیگه فقط همدیگر رو دارن. آرتامم، مرد من، از اینجا به بعد فقط من و توییم. تو میشی مرد من میشم کوه تو. نبینم کم بیاریا، مثل مامی قوی و پر انرژی میریم جلو و خودم یه روزی با افتخار میبینم که بهترین فوتبالیست جهانی. حتی تاریخ تولدمونم یکیه مامی، اینا همه نشونه است. من و تو نیازی به هیچ کس نداریم، خودم و خودت یک تیم قوی دو نفره. بیا من یه نفری خودم خوشبخت‌ترینت میکنم. فقط قول بده همیشه منو توی قلبت نگه داری، چون من قراره جونمم واسط بدم مرد کوچولوی من. دنیا جهانبخت بعدش استوری گذاشت که نوشته بود: سلام دوستان عزیزم، بچه ها، در مورد رابطه من و مهراد که پدر بچه هم هست خواستم یه توضیحی بدم خدمتتون که دیگه نپرسید. طی صحبتهایی که مهراد جم با خانواده و تهیه کننده سابقش جناب هادی حسینی داشتن و همینطور بنابرای خواسته قلبی خود مهراد جم و علاقهش به بازگشت به ایران، ایشون تصمیم گرفتن که به کشور برگردن و بعد از گذروندن مراحل قانونی در ایران به فعالیتشون ادامه بدن. من با وجود تمام شرایط سختی که پیش رو دارم و همینطور نزدیک شدن به تایم زایمان و خیلی مسائل دیگه، پذیرفتم که ایشون برگردن و به خواسته ایشون و خانوادهشون احترام میذارم. برای ایشون آرزوی خوشبختی و موفقیت میکنم و خواستم اطلاع داده باشم که بنده هیچ رابطه ای ندارم. از توضیح اضافه معذورم. و بعد هم در مورد بچه دار شدنشون و ازدواجش با مهراد هم توضیحاتی داد و نوشت: آره بچه ها، ما ازدواج کردیم، بچه دار شدیم، ولی یه قسمت زندگی دیگه مهراد تو ایران مونده بود. خانوادش فشار زیادی روش داشتن که برگرد ایران وطنت. هر روز باهاش تماس میگرفتن، گریه میکردن که برگرد، دلمون برات تنگ شده. مادرش گفت تو خودت بچه ای و نمیتونی از پس بچه بر بیای، لطفاً برگرد ایران. از طرف دیگه دوستاش همینطور، همکاراش همه و همه هر روز با ویدیو کالهاشون و تماساشون ازش درخواست میکردن که برگرد و ابراز دلتنگی شدید میکردن. همینطور تهیه کننده سابقش بهش قول داد که شرایطی رو فراهم کنه که بتونه ایران به کارش ادامه بده و خب برای یه خواننده طبیعتا خوندن در کشور خودش لذت بخشتره تا موندن تو تنهایی و غربت. دیگه همه اصرار زیادی داشتن و من هم از خودم و بچه‌م گذشتم، چون میدونستم از پسش برمیام. با هم به تفاهم رسیدیم و قرار شد که همین روزا برگرده و پیش خانوادش باشه. من وظیفه خودم دونستم که توضیح مختصری داده باشم و این قضیه رو تموم کنیم. نگران من هم نباشید، هم مامانم پیشمه، هم خدا، هم بچم. اینجوری که تو خبرها اومده، پس از پیگیری های تهیه کننده مهراد جم، یعنی همون آقای هادی حسینی، و علاقه این خواننده برای بازگشت به ایران و فعالیت مجاز پس از طی مراحل قانونی مجدد، گفته میشه که مهراد جم به زودی به ایران باز میگرده. حالا باید ببینیم مهراد واقعا به ایران برمیگرده یا فقط میخواسته دنیا رو بپیچونه. نظر شما چیه؟ به نظرتون این خبر صحت داره و مهراد میتونه به همین راحتی به ایران برگرده؟ دنیا با این شکست عشقیش چه میکنه؟ خوشحال میشیم نظرتون رو تو کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.